از این توخش بیشرمانه زوزه های فاشیسم مذهبی حاکم بر ایران از افشای جهانی برنامه تسلیحات اتمی رژیم و فعالیت های بین المللی مقاومت ایران. خبرگزاری سپاه پاسداران مجدداً خشم و کین خود را از افشای سایت های اتمی رژیم در سال 2002 توسط مقاومت ایران به نمایش گذاشت و نوشت گسترش مرافعات مرتبط با انرژی هسته‌ای به اوت سال 2002 باز می گردد. مخالفان حکومت جمهوری اسلامی معروف به شورای ملی مقاومت ایران اقدام به انتشار گزارشی نمودند که در آن از وجود تأسیسات غنی‌سازی نطنز و آب سنگین عراق اطلاعاتی منتشر شده بود. شورای امنیت در ژوئیه 2006 قطعنامه 1696 را در راستای نفوذ آمریکا در آن تصویب کرد که خواستار تعلیق غنی‌سازی اورانیوم در ایران بود و پس از آن قطعنامه 1737 را به تصویب رساند که بسیاری از فعالیت‌های تجاری، مالی، صنایع موشکی و هسته‌ای ایران مورد تحریم قرار گرفت. خبرگزاری نیروی تروریستی قدس سپاه پاسداران نیز در واکنش به کنفرانس بین‌المللی روز جهانی زن با حضور رئیس جمهور برگزیده مقاومت که در پاریس علیه بنیادگرایی و زن ستیزی دیکتاتوری آخوندی برگزار شد، به نقل از یک عضو کمیسیون امنیت و سیاست خارجی مجلس رژیم نوشت سناتورهای آمریکایی و رئیس جمهور آمریکا به صراحت اعلام کردند که به دنبال نابودی جمهوری اسلامی هستند و در نشست اخیری که در فرانسه با حضور آنها نمایندگان پارلمان اروپا و مجاهدین خلق برگزار شد اعلام کردند که هدف از این نشست نابودی جمهوری اسلامی ایران است.